بینندگان مخاطبان گرامی سلام و درود بر شما در هر موقعیتی که تشریف دارید امیدوارم بهروز و آسوده باشید بحث ما بر سر توپ آتشی نیست که قرار است به صلاح شود شود از اسرائیل و طرف ایران تهدیدها بیانگر همین موضوع است به نظر می که آتش بازی حالا تنها در آسمان نخواهد بود از, از تمام تهدیدهای طرف مقابل که مدید دیدم امروز در ظرف دوازده ساعت اخیر ای شباهت به حمله اول ایران نخواهد داشت تنها در آسمان نیه این جنگ چند بودی خواهد بود و اسرائیل به جنگ زمینی خواهد کشاند حالا بحث اساسی ما مگر این نیست بحث اساسی ما سر یک نقطه دیگر است یک حلقه که تازه خود نشان میده در ای ماجرا آیا دکتورین گشایش جبهه تهاجمی علیه ایران از دهلیز اسرائیل است در اصل همی بود بوده یعنی این بخش اما خب اولا خب بر ساختمان کنسولگری ایران حمله ای که صورت گرفت ای تصادفی نبود کار خودسران اسرائیل هم نبود بر اتعال نشان میده که بر اساس طرح و نقشه اعتلاف دریایی که در دریای سرخ است در اونجا شکست آمد در غزه شکست آمد او ائتلاف جبهه از خود اسرائیل و طرف ایران به صلاح پل میدن اوضاع ای رقم میشه ما این موضوع رو بررسی میکنیم که عاقبت از چی میتونه باشه چرا ایران دمشق نیست ایران غزه نیست یا لبنان دارای دولت دوگونه نیست محوری است که از نظر تاریخی سوگن به نابودی اسرائیل خورده به خاطر آل جنگی که در پیش است جنگ کاملا دگرگونه خواهد بود چه عرض شود که ای بخشی از عملیاتی کردن شتاب زده دکترینه پیشا شدن ایران مگر نیست اطلاعات وجود دارد اطلاعات دارن که در حاستانه هستی شدن هستن اینا آیا این تهاجم خاطر منقطع کردن یا بریدن امو فراین نیست در این نقطه استاد میشیم سوال ما حواله میدم با پامیر پا مامون که د قسمت کار کرده از بخش ارزیابی و پژوهش جمهوری پنجم سلام به شما و بینندگان عزیز و گرامی خب تحولات اخیر خاصتا در 24 ساعت اخیر اخباری که میرسه به طور رسمی و غیر رسمی از مراجع مختلف نشان میده که یک نوع یک رشته محاسبات در چیزهای غربی در در نتو شبکه غربی صورت گرفته که ایران رو میخوان اینا به یک جنگ مستقیم برد با ایران خاصتا اسرائیل در خط اول اینا تعیین کردن حالا که اسرائیل در یک نقطه رسیده که جنگ بر سرش تحمیل شده و جنگ تحمیل شده اسرائیل نمیتونه بند بکنه امریکا هم از نمیتونه این جنگ بند بکنه حالا بجای از اینکه اسرائیل بخیم تو ارزان و مفت از بین بره تصمیم به گرفته شده که را به یک تبدیل بکنه خاصتا حالا خبرای هم میرسه در مورد هسته‌ای شدن ایران که اشاره به به با با برنامه هست ایران از چند من مرجع صورت کرده به شما چند تا از از داخل خود ایران افراد خاص و از خارج هم واشنگتن پست ترامپ و اینا بسیار مردمای منابع های بسیار معتبر هستن وقتی که تو تو یک سخن میگن بر صورت خب عملی که بر کنسولگری سوریه شده بود یک بحث بس بود بسیار سوال برانگیز که چطور اسرائیل متقمار زد معمولا نتیجه گیری هایی بود که خب اونا در تنگ آمده بودن در داخل بسار سرشان فشار آمده بود اونا غیر مسئولان رفتن کنسولگری را زدن این بود یک بررسی بسار چیز اما آل که آیستایسته خبرای عجیب غریب بالا بعد به نتیجه میرسیم که یک محاسبه ای صورت گرفته بود به خاطر از اینکه پای ایران به جنگ بکشن با ایران به جنگ بکشن این به خاطر ای که اسرائیل باید, باید با ایران به جنگ باید امریکا، انگلیس، فرانسه، موعد که در منطقه است با ایران باید در جنگ باشه در همکاری با اسرائیل اینی پلان است ایران هم تقریبا آماده بخی بر جنگ است اونا هم صحبت کردن و گفتن که تمام سیستم های ما آماده کردیم تمام قدرت ما هم فعال است روسیه هم غیر مستقیم خبرای میرسه که در عقب ایران استاد است و حتی خبرای میرسه که روسیه امکان است که دمو امکان داره که تکنولوژی های پیشرفته ام خود ام جتای خود و همچنان سامان های, های دفاعی خوده با ایران بتا که باز اینا بگیرن تولید بکنن و در برابر عملیات های تیاره پیشرفتی امریکایی که اسرائیل از استفاده خواهد کرد اونا دفاع خود محکم بکنن در یک حساب جبه را به ضد ایران باز میکنن و محاسبه شاید وجود داشته باشه در شبکه های مای سکس و در حساب که خب حالا جنگ اگر به طرف اینا بکشانه ما اینا اینجا مصروف میشن چین و روسیه هم مجبور میشه که طرف تمرکز بکنه و امکان داره که فشار یک کم سر آمریکا گرچه اگر کمتر هم نشه یک یک معادله یک تا اگر اندازه توازن برقرار شود که فشار سر ایران هم جا شود یکی از جبهات همی اسرائیل است برای فعلا جبهات دیگه هم وجود داره فرض مثال افغانستان که بس علایده است در اسرائیل خاصتا این تمام تحرکاتش حرکاتش نشان میده که اینا میخوان که اسرائیل به جنگ مستقیم با ایران برابر بکنن و ایران هم وعده داده که در صورت ازی که اسرائیل سر از اینا حمله بکنه اینا بسیار به زودی دوباره سر اسرائیل حمله میکنن خب این موضوع واضحا به ما نشان میده وقتی که نقشه رو مندازیم گفته میتونیم که از دل جبهه اسرائیل جبهه تولید میکنن او را مثل سیل سرازیر میکنن به طرف ایران خب ای تو, ای تو که است با یک عبارت دیگه ما میتونیم بگوییم که اینو اسرائیل مثل یک عامل انتحاری معموریت میتن که برو بزن آه اهداف ایران یعنی اینجا در نقش یک عامل انتحاری ظاهر میشه پس پسی ترکیه است امی محاسبی به ظاهر ناپدیدار که دی مثلا پنهانه است تو هنوز خود نشان نمیده او چی نوا محاسبه میتونه باشه که بعد از او چی خب محاسبه است که اول پیشتر گفتم که اسرائیل در حالت جنگ تحمیل شده قرار داره و بدون از که بدون خب بدون شکست اینا از جنگ بیرون برآمدن میتونن و معلوم است که دادا خود چون نیست که جنگ ختم بکنن و بجای ازی که اسرائیل بخوام تو مفت با ارزان و با دست حزب و حماس و نیروهای نیابتی از بین بره امریکا دی سنگر بسیار قدرتمند از یک که طبیعتاً بسیار اگریسیو است برای ایرانی ایران استفاده میکنه برای ایرانی ایران استفاده میکنه یا تا اندازه او را مصرف بکنه با پلانای کلانتر پلانای کلانتر از جمله جایش الادلس. وضعیت اقتصادی و وضعیت سی... داخلی ایران است بر هم زدن وضعیت داخلی ایران است بر هم زدن البته سرحدات شرقی ایران است که دا دایش با پلان دارن اینا برنامه بر انداختن که دایش انتقال بتن جواب جواب باز کردن است اسرائیل اگر چه یک جبهه بسیار کلانه در برابر ایران نیست بخاطر خاطر که یک کم منطقش دور است نسبت به افغانستان البته تو افغانستان که کد... ایران چسبیدگی است اسرائیل که ایران چسبیدگی نیست و سر اگر حملات هم بین ایران و اسرائیل صورت میگیره در سطح مستقیم عملات دوربرد است راکت باران و f 16 و f 35 بوزیست. در سطح زمینی اگر کسی قابلیت حمله را داره او را اسرائیل نداره که بره نیرو تا بکنه ایران اما ایران قابلیت از را داره که از شش طرف نیروهای نیابتی را زمینی را سپورت بکنه برای یک جنگ زمینی یک قابلیت خاص یک یک بسیار خاصی است که ایران در دا ای جنگ داره اسرائیل البته نیروی هوایش بسیار بابرجا است اف 16 و F 35 از جنگنده های بسیار قدرتمند است خود ایران با با وجود یک هوایی بسیار خاصی داره او پدافندهای هوایی قدر معلوم نیست که در برابر اف 16 و اف 35 تا چی اندازه اونا اونا موثر اما در صورتی که جنگ در میگیره و قبه اسرائیل چهار کشور غربی دیگه میشه سه یا چهار کشور غربی دیگه میشه طبیعی است که چون جنگ جنگ متفقین در برابر غرب است روسیه و چین هم در عقب ایران استاد میشن و هر نیازایی که به خاطر مقابله با اسرائیل و امریکا در منطقه داشته باشه ایران اونا فراهم میکنن و ایران یک کشوری است که از بسیاری حساب خودش خود مختار است به حساب تولیدات نظامی درونی خود در چیزی که باز, باز, اگر فرض مثال دست بالا نداره در برابر تکنولوژی امریکایی بازور چین و روسیه فراهم میکنه و ضرورت نیست که او ها حتمان خودشان تولید کنن برای ایرانیا بتن اونا فقط یک پروتوتایپ به ایرانیا بتن هم تکنولوژی رو برشان فراهم کنن اونا خودشان فابریکیشن سر وقت بازو. جنگ باز فرصت و گپا نمی باشن این کارا نمی تمهیدات شیاب تمهیداتش یا سازیش از قبل باید صورت اتفاقا بساری از کشور طول تاریخ وقتی که وارد جنگ شدن در بین جنگ توسع پیدا کردن سیستم نظامی جن. خب خب اینجا بس بر سر جنگ زمینی اسرائیل جنگ زمینی هیچ وقت کارنامه ما مانا نداره یک خب آره چطور ما میتونیم بگویم که یعنی یک جنگ ایت جنگ فراگیره اونام با ایران صرفا مثلا با تهاجم با وسیله اف سی و پنج اینا هم به شیوه جنگ بزن و بگریز یعنی این جنگ برده میتونن نه در جنگ مسئله پیروزی خو به این مطرح که شما چه رقم قابلیت ها و قدرت دو طرف بررسی میکنید در قدرت دو طرف اگر شما بررسی بکنید ایران در بساری حساب دست بالا دارد اما چون اینجا مسئله جهان شرق و غرب مطرح است توانایی ها مربوط میشه به طرف دو طرف از خود به جهان با این که اگر اسرائیل جنگ میکنه با ابزار امریکایی جنگ میکنه هر چیزی که امریکا در زرارخانه داره امور اسرائیل داره و ایران و مامور هم که وقتی که با اسرائیل جنگ میکنه تقریبا با تکنولوژی امریکایی میجنگه و کمک روسیه و چین و خودش با این حساب از نگاه زمینی و اسرائیل اگر ما محور قرار بتیم در برابر ایران در یک جنگ رویاروی رو 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 یا مستقیم بسیار تفاوت های بسیار کلیدی وجود داره که ایران بسیار کلان است خود اسرائیل البته یک درسه ایسی تنها بلوچستان ایران است اگر فرض که یکی سو دیگه یک, یک کشور کوچک است و خب کشور کوچک بودن در جغرافی از یک حساب فایده خود داره فرض مثال دفاع را میتونن در یک منطقه تمرکز بکنن و دفاع بسیار قوی می باشه در برابر حملات هوایی اما یک بر باز بدبختی چیست که باز کسی که حمله رو تمرکز هم میکنه در یک سایه کوچک میکنه در برابر حملات هوایی بسیار آسیب پذیر می باشه این منطقه متراکم نه خب چون اسرائیل به حساب توانای دفاعی هوایی خود بسیار شناخته شده است اما در این اواخر هم تلسمم اندازه می آخر ای از از, از کردت دفاعی از اینا یکم یک کم کرد یکم کم خب با, با وجود از اون امریکا و اینا در رقبشان هست و پدافنده قوی وجود داره اونا با هم. البته در عراق سوریا و اینا خود امریکایی هم مثلا وقتی که ما جنگ صحبت میکنیم با امریکا از عقب اسرائیل دور نمیره دیگه باز اینجا مسئله ایست که واقعا, واقعا ایران وارد جنگ مستقیم با با امریکا میشه در منطقه کل مخ... كل سوال می است و چقدر امریکا آماده است که جنگ مستقیم بکنه با ایران به خاطر اسرائیل در کل خب وقتی که جنگ ما بررسی میکنیم نام مثلا از اسرائیل میبریم اما در حقیقت منظور ما محتوای تاریخی و تمدنی جنگ است که در رستش امریکا است. و بله. اسرائیل یکی از ابزارهایی است که جنگ پیش میبرد به این ترتیب در نظر اول آدم میبینه که قدرت ایران قدرت اسرائیل عمدتا در جنگ هوایی است قدرت زمینیش چشمگیر نیست یعنی نیست قدرت زمینی و از ایران است هم هوایی است هم در اطراف اسرائیل زمینی است بله اینجا از عظمی اکنون ما محاسبه را مواسوه مقدماتی را با, با, با حد اقل و سقیاس کرده میتونیم که وقتی که جنگ جدی یعنی فراگیر و تمام ایار صورت میگیره بر سر اسرائیل چی میتونه بیاره؟ خب در دقیق کدام شکل نیست که از نگاه زمینی ایران تقریبا به دروازه های اسرائیل رسیدگیست نه تنها به حساب نیابتی خود بلکه سپای قدس عملا در عقب دروازه اسرائیل ششتگی است از خاطر ایران بسیار نزدیک است به اسرائیل نسبت به ایک اسرائیل به ایران نزدیک باشه پایگاه ایران در چهش طرف اسرائیل است پایگاه مستقیم و غیر مستقیمش رسمی و غیر رسمی از حساب نیابتی در صورت یک جنگ تمام ایار اگر تصمیم گرفته شد به یک ز... جنگ زمینی ایران میتونه که نیروهای نیابتی رو فقط از الله رو به کار پرت دهی حساب که سپاه قدس و هم هوایی را قدرت هوایی خود حفظ بکنه با سپورت از اونها اونها اسرائیل در هم میکوبند در بسیاری حالات اما ای که چی محاسبه در اینجا گرفته شده بین امریکا و انگلیس و اسرائیل ای کل مسئله ای است ما پیشتر گفتم که اسرائیل به حیات حیاتش بازی شده و اگر ایرا میتوری الا بکنن یا از بین میره با می به می حالت که بکنن متاسفانه به مشکل اسرائیل و اینا است که خب خود از اونها کار خاصی در تاریخ نکردن که از تو مسائل مسائل بچ باش باشن اما حالا چون این منطقه در وضعیت برابر شده ایران یارو جنگ سرشان تحمیل کرده اینا کوشش کردن در دا غزه دارن که می تحمیل جنگ تغییر بدن که بتونن بگن که به توافقنامه امضا شود تو گپ هم خلاص شد حماس کل گپا آره را رد کرد جنگ ادامه داره و حالا چون جنگ ختم جنگ از دست اسرائیل و آمریکا بیرون شده بجای جای که اسرائیل بانه که بخیر در بین حماس و حماس و حزب و اینا آرد شوه همون رو بهتر از به یک کلانتر تبدیل بکنن که حداقل یک ضربه به ایران که بزنه برابر متفقین یک جبه باز کنه اما ای که امی امی پیروزی از این واقعا چیزی به نام پیروزی وجود یک چیز بسیار غیر عادی است و خاطر که همه حال که ما میدان رو به نام پیروزی برای اسرائیل چیزی دیده نمیشه چیزی به نام پیروزی نیست ما فقط میخوایم بشکافیم اصل قضیه را که معاصی طرف مقابل چیز هر چیز پیروزی نیست نه پیروزی نیست دردادن دادن یا اشتعال کدام آتشی است که معاسبه رویش صورت گرفته ما به عنوان ناظران نمیفهمیم بله. چیزی به نام پیروزی نیست ای سراسر این جنگ این می که میکنن این سراسر باخت است مگر اینکه که اینا ای جرقه را آتش را پرتاب میکنن کدام در منطقه دیگه از اطراف ایران یا در در, 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 کل در اطراف حماس و اینا کدام چیزی دیگه باید باشه خب پلان امی است که وقتی که بحران در برابر ایران شروع میکنن شرطش است که بازی بحران رو تشدید کرده برن تا که فشار رو سر ایران زیاد بکنن و تشدید بحران فقط از ایجاد جوابات دیگر میشه جبهات های فرض مثال اگه اسرائیل باشه افغانستان از پاکستان از داعش از جیش الادل است امکان داره آذربایجان و ارمنستان هم باشه مثلا در برابر اینا بسیار نمانور میرن در, در منطقه خاطر متوجه شدن که جای 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 به قدرت دیگه دست یافته و به اندازه اینا رو میخواین ضعیف بکنن اما ایران واقعا ضعیف میشه یا نمیشه خوب رب داره به چون اوضاع جهانی قسمی است که ایران تنها نیست ضعیف کردن ایران قدر ساده نیست و دیگه که چون متفقین هم اتکا میکنن به قدرت نیابتی و قدرت قدرت نیابتی ایران در منطقه خاورمیانه در برابر امریکا اونا کوشش میکنن که ایران رو حفظ بکنن بر قیمتی که میشه در صورت یک جنگ مستقیم اسرائیل واقعا نمیتونه با ایران در در این مسائل برابری بکنه تا زمانی که آمریکا وارد میدان میشه و اگر آمریکا وارد میدان شه و روسیه وارد میدان میشه. میشه خب جنگ جهانی میشه خب چیزی که آدم میبینه از, از بررسی سخنان و بحثایی که بحث و بسیار گرم پر حرارت که کارگران رسانهی اردوگاه غربی فارسی زبان میکنن ما میبینم میشنم با دقت ما از روی سخنان از اونا میفهم تو یک استفام میکنم که روی بعض جریانات در اطراف ایران برنامه ریزی شده طبعا کارگران رسانهای با اندیش کده ها و مراجع مخفی در ارتباط هستند در وقتی که مسایل میان تشریح میکنن از زیر زبانشان چیزای بیرون میشه ما اون سخنان خودشان نمیدانیم مالی. از امو آیا این ممکن است که در یعنی بس یک ارتباط باشه در دراز مدت یعنی در وقتی که بسیار مسئله گرم میشه بین اسرائیل و محور پاکستان بله خب پاکستان در محور امریکاست پلانه که فعلا اینا طرح کردن به خاطر انتقال جنگ داعش و تو ایران و آسیا میانه پلان مشترک اسرائیل است امریکا است پاکستان است اونا کلشان در یک محور بودن همیشه هستن و بعد از این پاد بودن خب محاسبه است که خب اگر اینا میخوان اسرائیل بر جنگ بزده ایران برابر بکنن یکی از جبهاتش که اینا میخوان ایران رو در ای طرف مصروف بکنن همزمان دیگه باز در دیگه طرف جبه باز بکنن که همون جبه پاکستان افغانستان جایش در هر چیزی که شما میگین خب نقطه ضعفی که اینا شاید محاسبه کرده باشن در که مشکلات گسترده اقتصادی داخلی وجود داره در ایران و اگه اینا در دو جبهه جنگن که یک 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 نوع غیر عادی است ایران در جوان نجنگیده تا حالا به رقم اگر چه مشکلات اقتصادی ایران از یک طریق با, با, کمک چین و هند این البته به دلایلی که منافع مشترک با پاکستان داره قابل حل باشه اما مبارزه در دو جبه تمرکز ایران و بیش از یک مشکل البته در یک زمان است که بازو امکان داره که محاسبه از اینایی باشه که ما فشار تمرکزی یا فشار عملیاتی ایجاد بکنیم بالا ایران که در دو جبه ایران دو بسیار داغی داره در اما شما باید به خاطر داشته باشه که توانای ایران برای جنگیدن در چندین جبه دست کم گرفته نشه به خاطر ما هنوز ندیده میران ما مقدر خبر داریم که ایران قابلیت های نظامیش بسیار پیش است و هم خاصتا در زمانی که در فضای افغانستان اون که در راه است خاصتا به حساب دایش بسیار اشتباه است کسی که ایران فکر بکنه که ایران در قبال حوادث و چیزایی که در افغانستان و پاکستان صورت میگیره بسیار کور باشه و در نظر نداشته باشه و تقریبا بخی چشم پوشی کرده باشه نه. افغانستان یکی از, از, از... از میدان های عملیاتی بسیار سابقه ایران بوده حتی از دوران های جنگ, جنگ و جهاده که در افغانستان وجود دو وقت عوامل ایرانی رفت آمد میکردن بین طالب بین مجاهدین در شمال حتی چیزها دوام بود اونا با خبر هستن که در افغانستان این تو مانورا روان است. از دو خاطر هیچ وقت چشم پوشی نمی در سطح بین ملالی کارشناس معمولا وقتی که از, از, از از ایران صحبت میکنن همیشه رب میتون بحران به با می... با به خواهر میانه هر چیزی که از میگن خاور میانه از خطر بزرگتری که ایران تهدید میکنه اتفاقا از خاور میان نیست از خاور میانه بسیار امنیت ایران اتفاقا بسیار برقرار هم است با خودش یک دست بالای خاصی داره خطر کلانتر در حوزه افغانستان است در حوزه آسیای میانه است در پاکستان است عوامل داعش از عوامل افراطی عجیب غریب دیگه است اونوز میخوان سر ایران کار بکنن و اصل جایی که واقعا سر ایران کار هم میشه اگر اگر پلانی وجود داشته باشه که ایران در هم بشکنن از همی حوزه است حوزه که بسار ایران از اون طرف اساس است خوبه، از در هم شکستن یه بسیار وقت اصلا صحبت بکنیم از ده، یعنی محاسبه شان دهیست که وقتی که میخواین وقتی که رو سر میز میپردن میگن ما از کدام طریق میتونیم اینا رو در هم بشکنیم از, از روی نظام عملات نظامی مستقیم نمیشه موساد شکست خورده، زور مازدگاه اطلاعاتی بسیار کم شده در داخل ایران ایران در متحدین بسیار قدرتمند پیدا کرده باز از خاطر وقتی که ایران رو میپردن ایران فقط این که یکی اقتصادش خراب است یکی از نگاهی اقلیات ها و دیگه و دیگه از نگاه افرادگری و دیگه و دیگه همیشه از ازمی به حساب تاریخی هم از این سرحدات شرقی خود همیشه زیر خطر بوده خب یعنی زخمای درونی است زخمای درونی برای درونی باز کردن زخمای درونی این تهاجمی که صورت میتن این تو ممکن محاسبه شده باشه که برای باز شدن زخمای درونی و خون ریزی کردنش این تسهیلات فراهم بکند اما این معلوم میشه که یکی از امون. کارگرای رسانه دنیای غربی بر به جالب بود که خودش مثلا از ایران است اما تاسیسات احسای ایران هست. آدرس میتن میگه که اول ایر باید بزنن آیا این حرف از خودشان است یا ای که دقیقا این حمله که تراحی شده به خاطر یعنی از خط خارج کردن آخرین مرحله ت... ت... هسته شدن ایران باشه خب بله امکان دارن که به نام اسرائیل سر تاسیسات هسته ایران اونا مانور برن عمله بکنن از طریق رو کوشش بکنن که قبل بردن به خاطر گال خبرهایی که ما شما بسیار نزدیک شدن ایران اتفاقا بسیاری ها به باور است که تا ما نیسال سال یا تا آخر از ای سال ایران بمبتم تست میکنم امتحان میکنه خب آزمایش میکنه امکان داره به این خاطر باشه که برن و، کارخانه اسیر بزنن ما ایران قدر اونجا رو سابوتاژ شده نم سال یه قدر اونا سابوتاژ شدن که در برابر از اون امنیت بسا سختی رینا میگیرن و اگر واقعا پیروز شون یا موفق شون امریکا و اسرائیل یا هر کسی که میخواد او پایگاه رو بزنه مثل سوریه رو زده بودن که عراق یک زمان او بزنه از بین ببره باز ایران باز نیروی ای نیست که در حساب در قبالت چیزا خود چپ خدا بگیره باز بسیار یک جنگ خطرناک در میته در خواهر میانه اما ای که قابلیت از اینا اطلاعات از اینا تا چی اندازه اینا را قابلیت از ایره که واقعا برن اونا را بزنن دور از تصورت بخطر که تاریخش ندارن اینا به حساب ای کارا در برابر ایران البته در برابر عربا خوبی گپ ساده بید خب یک چیزی است که بعضی وقت آدم شک میکنه که اینا اطلاعاتشون در مورد تاسیسات هسته واقعی ایران نه ای که در هر نقطه ممکن است ایتماس شده دروغ دروغ شاید اطلاعاتشان زیاد سقه نباشه خب بله ایران به خاطر از اینکه برنامهای برنامه هسته ای خود کم کم افلاج بکنه پنهان بکنه یک تا اندازه دشمن از نگاه اطلاعاتی گمراه بکنه اونا کوشش کردن چند تا از اون پایگاه هسته ای ایجاد بکنن چند محور ایجاد کرده ایران دقیق نیست مثلا کلا میشه اینجا اصل تولیدات روانست است طرف از اون طرف است حتی در سوریه را میگفتن در سوریه یک بله خب در دوران جنگ بعد از اینکه سردار قاسم گرفت دایره گفتن میشن یک برخی از امو از امو زیر بنای سوریه که یک زمان سایل رو بمباران کرده بود سابقا زیر زمین ایران او را فعال کرده بود به حساب طور مخفی اما گفتم میشه که در اونجا یک بخش از کار انجام داده بودند، تا که کلگی تمرکزش به داخل خاک ایران بود اطلاعاتی که دهیجه میخواستن هست یارا سابوتاژ بکنن که ناگهان متوجه شدن که کار در طرف روان است خب یک از خبرها و تیوری بود در اون زمان آمده بود گرچه در یک میدان جنگی کار کردن بسیار یک جرات خاص میخواه شاید تو یک شایع خود ایران بود شاید چای ایران بوده خب ایران در دسنفارمیشن بسیار یک دست بالا و قوی داره دسنفارمیشن یعنی اطلاعات فریبنده یک از تکتیک های بسیار پیش رفته و در قرن بسیار بسیار کار آمد است و از این خاطر است که روسیه و البته روسیه رو ایجاد کرده بود ایران رو به یک سطح دیگر رسانده اما در ایران پایگاه هسته ای نام داره هزار یک رقم اونجا چند تا فیک هم ایجاد کردن یعنی عین نقشه جور کردن به حساب از که نشان بدن که اینجا یک پایگاه است اما تثبیت نبود تثبیت نبود خاصتا که در کدامش واقعا کار جریان داره اینا یک جای میگن که در در فکر میکنم در جنوب ایران از در منطقه فارس از استان فارس یکی از این پایگاه هست میگن هم اونجا شاید فعال باشه بخاطر سابقه اونجا کار میکردن هم چند تا سانتستا هم کشته بودن مربوط به مو به مو پایگاه میشه اما معلوم نیست که ایران خوب اینا 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 در حد در حد فرضیات است خب بله خ... خلاصه گپ اینو قدر است که امی خ... اخبار آخرین اخبار، این رقم خبرها در مورد هسته هسته شدن ایران قبلا وجود نداشت حالا ناگهان از مراجع مختلف از شرق و غرب این تو مبرای میبره تو 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 میشه میگن که ایران در آستانه هسته ای شدن است و دور از تصور نیست که شاید نزدیک هم باشه و دور از تصور نیست که امریکا هم اسرائیل و اینا رو بانا میکنه تا بره تا عقب اگر اگر این مسائل خب ای عملیات به جای بله و اینا که اسرائیل کاملا به جان ایران انداختن آله بله و این عملیات به صلاح برگشت بخوره یعنی ناکام بمانه این اسرائیل سرنوشتش به کجا میکشه؟ باید اسرائیل واقعا و پایگاه از رو هم بزنه چی داره تغییر نمیده خواستا خواستا وقتی که کی... ای اسرائیل امبارشت. تا پایگاه هستایی ببینین وقتی اسرائیل که کی... میگم امریکا هستایی میگم امریکا امریکا بله خب ما امریکا رو میگم اسرائیل, اسرائیل, خودش یک جا یک مکان یک جیوپولیتیک کوچک است بله در تیرس سپای پازداران است بله و میتا اگر قرار باشه تصمیم گرفته شود بله. ما بازم تکرار میکنیم به عنوان ناظرانی که مثلا دیگه ارسا مطالعات میکنیم اگر قرار باشه که اینا تصمیم بگیرن که در اسرائیل هیچ تأسیسات فعال نمانه بله. ایران اگر مجبور به آخرین قمار شود نه فرودگاهوشو میمونه نه تاسیسات دیمونا میمونه نه فرودگاه بنگوریون میمونه نه تأسیسات هیچی یعنی <متحب> قرار باشه تصمیم به با آخرین قمار گرفته شود این مسائل اونا در محاسبات خود ندارن دارن ایران خود کنه کشور ایران غیره نیست که چل سال از کنه نمیزنن در صورت یک جنگ کنه واقعا بخواین زیربنای اسرائیل بزنن کنم کار سختی نیست اونا این کار کرده میتانن بخطر که ایران قابلیتش هم داره اطلاعاتش هم داره نیرو هم داره در شش طرف و اگه بخواید خود کنه خود کنه هم میتانن بزنن خود برصورت آله ما میبینیم که علای ایران اسرائیل نمی جنگه چندین کشور ائتلاف غربی همین آخرین زور و خدا میان میزنن خب, خب، یه سابق بود ایران ایران چل سال است که با غرب میزنه گام گپ نونی سا در جنگ مستقیم یک وقت بسیار خراب انتخاب کرده غرب با خاطر جنگ با ایران ای جنگ مستقیم با, با چل سال پیش میکرد خب بر صورت جنگ مستقیم نتیجه نداره با ایران چی آمریکا باشه چی انگلیس باشه چی اسرائیل باشه به خاطر چی وضعیت تغییر کرده ایران هم خودش خود کفاس هم متحدین بسیار قوی داره که بر ایران اتکا میکنه در برنده شدن یک جنگ جهانی و خاصتا در یک م... در, در سناریویی که آمریکا خودش وادار به آمدن به جنگ مستقیم باشه چین و روسیه از هر قدرتی که باشه استفاده میکنن تا که در جنگ مستقیم آمریکا رو شکست بدن با دست ایران هم دیگه و دیگه در صورت از که اگر فرض بکنیم اینا برن چیز هسته رو بزنن که کار ساده هم در ایرانی کار بکنه ایرانی کار در کرده میدن فرض مثال دیمونا خبرهایی که دستید امروز ویست که اونجا حکم شد سیستم هاشان رو حک کردن بسار فایل های کلاسفاید هم میگه از اونجا بیرون کرده حکر ایرانی اتفاقا که حکر هایی هست که ربط داده به ایران دست زدن از اونو مشکل خاص ایران نداره وقتی که میتونه باز سمسایی پلان بکنه خاصتا بعد از اینکه تلس موایی اسرائیل هم تقریبا شکسته اونا اطلاعات خاصی هم در مورد نیروهای دفاعی اسرائیل پیدا کردن اونا میتونن سمسایی هم کوردینه بکنن سعی محاسبه بکنن سعی پلان بکنن که صحیح بزن اسرائیل اگر بخواه ده اینجا ایران علاقه نداره که در صورت که اسرائیل اگر حمله را یا امریکا حمله را انجام بده که پایگاه است ایران رو بزنه و ناکام شود در اون صورت ایران امکان داره که عملی مستقیم نکنه فقط صبر خدا حفظ میکنه و دیگه فاز هم نیابتی در منطقه کمر از اونو باید اینا درگیر باشن در صورتی که موفق شوه بزنه آ در صورت ایران باز میزنه خب سه کسی که باشه بز خب بز یک, بز بز یک چیز دیگه هم که دست بگیره یک چیز دیگه هم است که چرا ایران انتخاب شد اینا خیال دارن جبهه سراسری خاور میانه را به هر شکل باشه اینا برنده شوند چرا در جبهه خاور میانه است که دریای سرخ تمام مسیر حیاتی تجارت جهانی تهدید شده که عاملش کی است ایران است بله اسرائیل بر اولین بار تلسم شکست و یک گروهی که همیشه زیر ضربی اسرائیل بود به نام حماس امروز با مثل یک شمشیر در در شکمش فرو رفته و میچرخه و و, و با ای آیا اینا اینطور برنامه نریختن که ایران به عنوان یک حلقه ضعیف حساب کرده باشند در اطلاف جهانی آسیایی که اول بیاییم امی علقه ضعیف آسی پذیر ما بزنیم بعدا نو... نوبا... چین و روسیه خود به خود بعد از آ... شکستن ایران اونا آسی پذیر میشه و عملیات بعدی سر چین و روسیه یعنی اساسش ایران است که اینا رو گله میشه از خاور میانه جمع بکنه ترددهای دریایی دوباره اسرائیل دوباره بازسازی شود و برنامه این رقم باشه به عنوان یک, یک،, 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 حلقه باید انتخاب شده باشه حلقه انتخاب شده بسیار افثانه ایست که اینا از, از گیر ای رقم یک نیرو در خواهر میانه خلاص شدن در برابر ایران به حساب ایران به حساب یک حلقه ضعیف گرفتن یک اشتباه است در حالی که وقتی ما شما من قدرت متفقین در کل بررسی میکنیم شما به این نتیجه میرسه که ایران اتفاقا یگانه کشوری است که واقعا امریکا را مستقیم به چالش کشیده روسیه و اوکراین مستقیم جنگ داره که دا آزوفا آزوفایی که نه امریکایی نه آلمانی نه دیگه آزوف است امریکا سلاحش هم میته و روسیه را میکشه در اینجا دیگر رقم ماصل است اینجا است که اینا عربا را پیش کردن اونا اسرائیلیا را میزنن اونا امریکایا را میزنن دیگه و دیگه در صورت یک جنگ مستقیم باور باورمند بودن به با ای که واقعا ایران رو میشه در هم بشکنن خاصتا در یک وضعیت و شش طرفی که ایران از یمن گرفته تا فلسطین و تا کجا و کجا نیرو داره در ساده نیست ایران یک کشور بسیار خطرناک است مهم رقمی که میگن تروریستی با جای خود یک دهشت افغان بسیار خطرناک است ضرورت که شب و هر زهر که از کار دریغ نمی کنه اتفاقا روسیه و چین یکی از یکانه کشورهای متفقی نگه هستن متحد ایران اونا به باور هستن که با ایران خمار زدن هستند، یا قمار خطرناک است قابلیت که روسیه در جنگ داره اگر ایران می داشت امروز در قوار میانه بسیار چیزا تغییر میکن وقتی که ایران در اقدام خود هیچ وقت دست خود نمیگیره بله خطر ایران اینمی است این خطر است که چین و روسیه هم در آینده کار از این بسیار نگران است او بود چین و روسیه نگرانی که با ایران داره نیست که ایران از ایدولوژی بسیار بومی و غیر عادی دور از 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 طبیعت روسی و چینی است و حوزه که چین و روسیه و ایران با هم حوزه تمدنی مشترک دارن در آسیای میانه و افغانستان و قفقاز و دیگه و دیگه که حوزه تمدنی است که ریشه ایرانی داره فارسی داره خدمات ریشه اسلامی داره و در دا اوجه چین آمده در اوج روس آمده و از این اساسیات ها رو درک میکنن چین و روس متوجه هستن که در دراز مدت قدرتمند شدن ایران به این مناسک که ما نیم شود اگر نیم هم نشه تقسیم شود این خوب بوده یک کدام شک اونا ندارن اما در حالت عادی و در حالت حال دنه در زمان فعلا جنگ جریان داره خیمار زدن به یکی ای ایران ترک بکنن به زوال با نقص خودشان تمام میشه برای دایش وقتی ما و شما صحبت میکنیم چین خواهی تجربه نداره روسی هم تجربهش بسیار محدود است به حساب اوایی و دیگه و دیگه به حساب نیابتی به حساب اطلاعاتی ایران تجربهش در برابر دایش بسیار بالا شما فرض بکنین دایش در خاور میانه به چه رقم یک نیرو بود چطور زود زوب شد تام شاید نشه اما بساری از اجیرایی که اسیر شده بودن از دایشی ها در دوران جنگ قاسم سلیمانی بساری از اونها در دگر نیرو آلا جا بجای شده نیرو که به ایران می جنگه بختر جنگنده از اجیر از او جنگ یاد داره می خب یک نقطه دیگه هم که آندرس سرینکو امروز مطرح کرده است که شاخه شوخی... روسیه شاخی قفقاز داعش تشکیل شده به نام خلافت قفقاز قابل پیش خلافت قابل خب این که قابل پیش بود پس معلوم میشه که بسیار این طرف سرعت داره و ما امیالی که ما شما صحبت میکنیم در مرز بین افغانستان و تاجیکستان نیروهای نظامی روسیه و تاجکستان رزمایش نظامی رو برای انداختن فایده از این کار رزمایش نظامی فایده نداره اگر ترساندن باشه دایش از رزمایش نظامی نمی ایران رو ببینید رزمایش نظامی نداره دو سر عداده. این کار رو خودم میگم متوجه با باید باشه روسیه که جنگ فیلی جنگ 80 درصد اطلاعاتی است. 80 درصد اطلاعاتی دسنفارمیشن نیابتی قدرت نیابتی قدرت منطقه استراتژیک نه قدرت نظامی قدرت نظامی فقط 20 درصد است و با 20 درصد روسیه بسیار زیاد هم است روسیه قابلیت های داره که ضرورت نیست که جنگ قدر دیر دوام بکنه بخوای اوکراین میتونه سر با بکنه با زرات خانه ای که اونا دارن او زرات خانه رو پیش نمی که پالیسی شون هم استراتژی شون در اوکراین فعلا دیگه چیز است در برابر دایش و مراقبه میگه در برنامه قبلی ما گفتیم در برابر دایش زرکون و کنزال و اینا کار دایش یک پدیده اشباه است در پین جامعه است دیدنش مشکل است تثبیت کردنش هم مشکل است و اگر کوشش بکنین تثبیت بکنین از بین یک هزار نفر که شما دستگیر میکنین یک تا دایش بگیرین اما یک هزار نفری که شما به بانه دایش دستگیر میکنین خود از او انگیزه نفرتی میزایه این بسیار خطرناک است اصلا عملیات کردن در برابر دایش به عنوان یک ایدولوژی و فرهنگ بسیار خطرناک است اینا فرض مثال تاجکستانی ها را نام میزنند نه دروغ دروغ یک رنگ کلا دایش 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 اینا قفقاز جور کرده چرا جور کرده اونا میفهمن که در کجا سرمایه گذاری بکنن در کجا مخشویی بکنن و چی رقم مخشویی بکنن در آسیا میانه مخشویی کردن اینا در برابر روسیه کار مشکل نیست در قفقاز خب بیخی نیست در خب در, 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 در برابر ایران هم به حساب ایدئولوژیک پذیر است بسیار سخت و بسیار معصر هم است اما اینجا بازو ایران باز هم یک نیروی اسلامی است و به بدون از ایران یکی از نیروهایی است که امی پالیسی اولش ایجاد نیابتی است ایجاد عمق استراتژیک است و اون قد استراتژیک چی طالب باشه چی القاعده باشه چی حزب الله باشه چی دایش باشه هر یک باشه و انتخاب میکنه اینی است در برابر دایش که اینا رو بر سرشان برده میرن علاج دو است یکی افغانستان هست. اینا باید این مرکز نیابتی ایجاد بکنن در برابر دایش دیگه پاکستان از از پای پرنه. که سنگر بشکنه سنگر که شکست باز نتورک شبکه خود خود در هم میفته خب این... خاطر است که آل پیش دستی است ای تو معلوم میشه که حال میبینین تهاجم آل نوبتی ساختن مطابق نقشه ای که است اول تهاجم بالای ساختمان کنسولگری ایران شروع شروع اول نوبت اسرائیل بعد شد نوبت ایران آلا نوبت سیون بعد از اسرائیل است ای ز... ز... درگیری های نوبتی و پینگ ای به مرور زمان اسرائیل تو ای تو با نزدیک میکنه به مرزای ایران و وصلش میکنه بین این جریانات که ما در بارش گفت زدیم این جریانات اینا رو وصل میکنه یه چیز دیگه مطرح ما شما وقتی که از خواهر میانازی صحبت میکنیم اسرائیل ایت مطرح نیست برای فعلا با این قدرتی که بتانه با سرعدات ایران برسه ما از امریکا صحبت میکنیم <متصفيق> نه او اسرائیل خو پوشش است در زیری پوشش ما از برنامه میگیم او کدامو زیر پوشش کار داره ایران نه اسرائیل وقتی که امریکا کوشش بکنه با سرادات سود بکنه او کد امریکا کار داره ایران خو اسرائیل باعث ای یک نیروی نیابتی میبینه نه باید ای یک کشور برابر او خو یک مسئله علای دست حالا پالیسی دید ایران در برابر اسرائیل تغییر کرده بخطور قدرتات سطح قدرت تغییر کرده اینقدر هم ساده نیست اونها متوجه هستن در افغانستان هم بسیار متوجه هستن در خوار میانه خوب بیخی متوجه هستن وقتی که اسرائیل تا زیر زد خردک های که میکنه با رسیدن به سرادات ایران مشکل از اول باید سرادات خود خالی کنه با خطر کلانتری است که پیش از به سرادات ایران برسه ایره باید درک بکنیم که ایران در سرادات از قبل پیش از پیش وجود داره در صورت یک یک تصمیم بسیار قطعی از طرف روسیه و ایران گرفته شود با ماشینای جنگی خلاص وقتی که تصمیم گرفته شده که سر اسرائیل ببرن و فرصت پیدا نمیکنن جنگ دیگه بده خب دم نه آلی سوالی از کسایی که مثلا در ایران هستن در منطقه در آدم های ناظران مثلا مثل ما که دنیا رو میبینیم از اما, اما از اما افق تجربیات خود این سوال باقی میمونه که واقعا چه کسی اینجا بیروز میشه خب پیروزی را داره به با, با مانورا به محاسبات درست با اشتباهات در اطلاعات او خو کلیات است خب او کلیات درصد می میشه خب در حساب اگر میخواین تاریخی و طبیعی صحبت بکنین یک قدرت در جهان هیچ وقت نتونسته کل جهان فتح بکنه هیچ وقت و اینی میرا که مولا میتونین بررسی اگر بکنین نمیتونه آمریکا با تنهایی خود با تمام جهان بجنگه این ای ای چیز طبیعی و تاریخی نمیست که در طول تاریخ هیچ کس جهان به خود فتح نکرده با تنهایی بلاخره در جای شکست خورده این رسم تاریخ و جهان و طبیعت این اگر ما بگیم که چی کسی پیروز میشه در انتها اگر فرض بکنیم که جنگ جنگ انقراض انسانانه شه امریکا باید تقب نشینی بکنه آه. عقب نشینی اگر بله کل گپ سر عقب نشینی است از نظر تاریخی در از خانه بزرگ آسیایی اینها باید عقب نشینی بکنن بله. جنگ جنگی که جریان داره به امی خاطر است بله. بله. پس, پس هنوز از عقب نشینی بسیار زیاد فاصله داریم ما از عقب نشینی فاصله بسیار دور است ایران امریکا به قدر بسادگی نمی برای اول و هنوز هم قدرت بسیار بر قدرت قوی است کل از کشورها را در چهار طرف ماسره کرده روسیه را رو در جنگ کشنده چین تهدید میکنه که ایران دیجه در زده خورده است نه جنگ شروع شده یکی چی میشه کی به وجود میاد کی از بین میره تا چی وقت، خب بسیار یک یک پروسه دراز است امریکا تا زمان پا است که چون بنیاد قدرت امریکا اقتصاد درونی و نظم درونی است اروپا و امریکا در کل هم نظم درونی اولویت اصلیش است وقتی که در برون زمان جنگ از باز نظم از بین میبره یک خاصیت جنگی است که نظم درونی را از بین میبره در کشورهای آسیایی نظم خاصی وجود نداره خاصتا در کشورهای مثل ایران افغانستان نو اندونزی مردم مصاحبه یک شکل بده. زندگی میکنن نسبت به اروپا و قدرم بد نیست اما نسبت به اروپا که یک نظم بخیر پیشرفته تر داره وقتی که جنگ در میگیره اقتصادا کده که دیگه میپره جنگ میشه باز اقتصاد غرب که یک دفعه پایان آمد یک مالات کم شد منابع را دیگه را دیگه گرفتن باز او از داخل که انقلاب به وجود آمد باز اون وقت است که جهان تغییر میکنه آمریکا می میره که مثلا آمریکا بسیار یک نظم پیشرفته قوی در کشور خود داره در صورت از اینکه اقتصاد مردم ضعیف مالات به 300 میلیون نفر نرسه به طور به طور مساوی فرض مثال نیم از مردم او یک یک امکانات روزانه که داره بر نیم مردم برسه به نیمش نرسه خب باز توازن بر هم میخوره باز از درون بحران می از درون که بحران اومد یا دا جنگ داخلی در میگیره یا سیستم متوجه میشه که ادامه جنگ ما را از بین میبره باز میره تعامل میکنه مثل که امو جنگ های افساد هفتاد ساله با یک تازه به شکل دیگه شروع میشه خب جنگ جنگ شرق و غرب جنگ شرق و غرب و جنگ کوهن دوباره خدا در اشکال امروزی ایتو آغاز و بسیار طولانی مدت است هیچ کس صاحب آینده نیست ایتو رو بگویه که ما صاحب آینده هستم ما صاحب مثلا برنده هستم خب به یه حساب دم نقدی که حالا ما صحبت خود متمرکز تمرکز کردیم ما در اینجا رسیدیم بعد از افغانستان بعد از عراق بعد از سوریا بعد از لیبیا که نوبت به اسرائیل رسیده که آل امریکا به حساب حیات اسرائیل حیات وجودی اسرائیل میخواه امین مرحله از تقابل بین شرق و غرب و قمار ببرد بله بنام پس پرتاب کردن بمب بوم بر, بر با با ایران باید بسیار از نظر مضمون خود بسیار یک جدی باشه خب جدی از ایران هم جدی میگیره از, از 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 تون صدایشان از حرفایشان مهم است معلوم است ایران اسرائیل باعث یک تهدید بسیار جدی در قبال خود نمیدونه اما امریکا رو میدانه در این نیست که امریکا قابلیتش با مراتب بالاست و در برابر ایران هم ولی از ایران هم پیدا بالاتر است اما در خاور میانه قدرت ایران یک قدرت بسیار ثابت بسیار قوی و شناخته شده است و در او هیچ کسی شک نداره که ایران در خاور میانه بسیار دست بالا داره به شمول امریکا که اموجه هستم قدرت در اموجه بسیار در خورد است. اسرائیل مثل هشت شبی مثل الله مثل هماس مثل حوسی آوره، یک نیروی نیابتی بازمانده از دوران جنگ سرد همون سنگر جنگ سردی است این اسرائیل مثل پاکستان و اسرائیل وقتی که ایران میخوای اسرائیل از ضعیف بکنه بزنه و اصلا میخواد که امریکا رو در ضعیف بکنه امریکا رو باید ام نفوسش ام حضورش در اونجا به چالش بکشه و امریکا چون میفهمه که عقبه اسرائیل است مجبور است که به خاطر حفظ حضور خود از او دفاع بکنه اما وقتی اسرائیل خب به یک بام دم دستی دم پیش شستی خب یک چیز بزاره مشکل, بزاره. مشکل, امریکا. مشکل امریکایی است که این بام ای بنام اسرائیل که در دستش است میتونه به هر جای پرتاب بکنه این بمب فعلا هر بمب در یک جای نگهداری میشه یک جعبه حفاظت شده داره بله اینمی جغرافی های کوچک اسرائیل برای حفاظت مطمئن اینمی بمب کافی نیست نه این باید هر زودتر باید پرتاب کنه در غیر از او در خود او جغرافی های کوچک خود ای بم میتونه خونسا شود یا اموج منفجر شود بله این اسرائیل از پرتاب شدن خو باز بخاطر که بازمانده به خاطر که در جان خودش هر روز پرتاب میشه بند از پرتاب شدن خو باز بازمانده اگر چیزی هم پرتاب میشه خود اسرائیل پرتاب نمیتونه او مجبور است امریکا به ایره پرتاب بکنه که قابلیت چه داره در دا صورت اگر امریکایی کار بکنه خو باز بازم جنگ های نیابتی در برابر امریکا شدت میگیره در منطقه کوره هم امریکا اصلا نور نمیخواه اما چون موقعت اساس هست حالا از جنگ هم دریغ نمیشه بخطر اگر امریکا هم جنگ نکنه خب باز های سایست هم میکشنده شما مجبور از جنگ کنه اسرائیل یک بام هست. اما این ما باید بفهمیم که افراتیت اسرائیل و هم قدر که افراتی بسا خطرناک و کوبنده و کشنده است افراتیت ایرانی با مو اندازه خطرناک است در طول تاریخ اگر شما ببینین ایرانی هم خطرناک مردم هستند و خاصتا رژیمی که فعلا در ایران حاکم است اینا از هیت و حمله دریغ نمی‌کنند در صورت از که حیاتشان به خطر بفته یک بم ساعتی چی که بسیار یک بم کلان است او حکومت جمهوری اسلامی که در ایران است بسیج است در شش بارود در خاور میانه و در صورت ضرورت و کل بارود همزمان اگر انفجار بته از بم بطم کم نیست ای خطر ایران امریکا امریکا و ایران از قدرت اگدی خود بسیار با خبر و کوشش میکنن که جا درگیری مستقیم صورت نگیره درگیری مستقیم بین ایران و امریکا بسیار اندک بوده وقتی که اینا متوجه هستن از قدرت اگدی دیگه حتی مخاور میانه بین دو تا تقسیم است و اونو میفهمند که دیگه ما قدرت ما ثابت هست اما اسرائیل وقتی که ما و شما صحبت میکنیم یک ابزار است اگر در برابر ایران استفاده شود ایران هم هم عواملی را میزنه که از استفاده کرده به شمول خودمون ابزار و در این کدام دراهی وجود نداره در, در فکر ایران و در فکر متفقین در کن و پس به این ترتیب از اسرا... اسرائیل فعلا یک کمو بوم یک بار مصرف باید باشن چرا ایر دو بار مصرف نمیتونه به دلیل ازی که یک بار که علی ایران مساف داد تصادم آمد دو بار ایر استعمال نمیشه دم اول اگر کدام کار کردن تاسیسات زدن یا تاسیسات نفت یا تاسیسات استراتیجیک که خودشان چید کردن اگر شد اگر نشد این بوم ساعتی این بوم حفاظت شده خودش متلاشی میشه خب اول ما شما باید در نظر بگیریم وقتی که اسرائیل ایجاد شد قصد ایجاد کردن اسرائیل مبارزه با ایران نبود قصد ایجاد کردن اسرائیل مبارزه اول جای پای ایجاد کردن بود برای امریکا و انگلیس در خاورمیانه. میانه و بمی که اونا از اسرائیل ساخته بودن و بم خواست بر عربا جور شده بود و در برابر عربا کار آمدن بود و عربا را خونسام کرد ایران خو یک غافل یک 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 انقلاب ایران خو یک چیز غافل گر کننده بود به همگی او وقتی که در ایران وقتی که اونجا انقلاب شد یک ریژیم به سر قدرت آمد که در برابر امریکا ناگهانی قدرت ظهور کرد در برابر از اونها فرصت پیدا نکردن کسی جلوه صدام پیش کردن او نتیجه نداد بعد از صدام حسین القاعده آمد بعد از القاعده خود امریکا آمد در خاورمیانه میانه بعد از امریکا دایش آمد حالا بعد از دایش که نه میدان خالی شده بعد از دایش فقط عشت شبیه آمده ازبالا آمده هماس آمده قدس آمده و حیوسی آمده و از آره یک رقم کتایی بدگه تغییر اسرائیل هیچ وقت به قصد مبارزه با ایران جور نشده بود از اون خاطر است که هیچ وقت از او بدروسی در برابر ایران استفاده میشه در برابر ایران وقتی که اینا واقعا اگر ایران ده او زمان وجود میداز به حساب یک یا قدرت در برابر از او بساد سرادات نزدیکش یک یک خطر ایجاد میکردن در آذربایجان ایجاد میکردن در عراق در کردستان ایجاد میکردن در افغانستان یا در پاکستان در یک جایی ایجاد میکردن اما چون هیچ وقت محاسبه ای نبود که در برابر ایران چیزی ایجاد بکنن به که شاه به بود یا برابر آمریکا نیز کاری نداشت یک دفعه انقلاب شد وقتی که انقلاب شد دیگه اینا فرصت نیافتن که در برابر ایران زیاد تهدیدای نزدیک ایجاد که خود ایران به تهدید تبدیل شده بود زود, زود. همین انقلاب تو چند سال بعدش از معلوم میشه که در تولد یا در زایش نظام جدید به نام نظام جمهوری اسلامی در ایران همه در فهمش در پیش بینیش در تحلیلش در تبیینش اشتباه کردن بله اشتباه بسیار جدی کردن و دلیل زی که خب دمی کتاب ناگهان انقلاب و امریکایی که نوشته کرده او بسیار دقیق آورده که چگونه شرق غرب کمونیست ماویست لیبرال سلطنت طلب اینا امریکا اینا چطور اشتباه کردن در فهم ماهیت این موجی که از دل تاریخ بالا آمده بود و بسیار ساده معلوم میشد بله خب ایره کس نمیدانست آل کم کم که متوجه میشن خب البته در جنگ ایران و عراق متوجه شدن وقتی که اینا جنگ ایران و عراق تقریبا در حالت محاصره در حالت تحریم اینا جنگ ایران و عراق بردن بله. اونجا خطر خود نشان داد بله. بعد از اون تامی لحظه اینا خب البته اشکال روی روی بعدا تغییر کرد اما این چیزی که سر برآورده بود از ایران این خاموش نشد منکوب نشد و تبدیل به یک قدرت غیر قابل پیش بینی شد بله حال اینا خود تضادای به این تا بالاخره از امیه ایران تزاد تاریخی تمدنی برده شد به خواهر بیانه بله. اما تزادی که در قدیم بود از ایران مدیریت میشد به طرف خاور میانه این مدیریت دوباره احیا شد بل. خوب خب سابق مثلا امپراتوری های روم و یونان بود که آه یا عثمانی آل امپراتوری امریکاست بله به ترتیب این ای باید در یک تنش که پیش آمده یک تنفس باید ایجاد شود در غیر از او یک انفجار میاد چرا طرف امریکا هم قوی است طرف محورهای آسیایی هم قوی است و اگر یک تنفس نبیه این تنفس پس از امید تصادم اسرائیل و ایران یعنی در نوبت اول در دور اول باید بیا اگر این تصادم استمرار پیدا بکنه انفجار ادمی است خب جنگ مستقیم یکی از, از است که فعلا در نظر گرفته شده خود لگی فکر میکنه که جنگ به طرف یک جنگ مستقیم روان است به خاطر که معمول است که وقتی دو قطب جهان در با هم دیگر جنگ میکنه جنگ جنگ با جنگ حیاتی باشه اما کوشش در اینجا فعلا نمی است که چون امو ضعف امو ضعف خاصه که غرب داره برای حساب نظم خود که نظم خودش یک نوع ضعف است در صورت جنگ از اونو اینا میخوان استفاده بکنن متفقین میخوان نظم غربی را به خطر بیندازن که اونا را مجبور به عقب نشینی بکنن و امریکا و غرب هم در یه حساب متوجه شدن که نظم ما در زیر سوال رفته دلار زدایی شروع شده اقتصاد بند میکنن در دریا ادامه جنگ باعث شده که ما خرچ ما بالا بره دیگه در, در دراز مدت بازی فشارهای اقتصادی وارد میکنه و در دراز مدت اگر فشار اقتصادی هم وارد نکنه کمبود اکمالات باعث میشه که شما هر چقدر پول داشته باشین چیز خریده نتانین خطر کلانتر اینی است وقتی که نرسید فشار بر سر غرب می باز اون صورت اگر اونا جنگ مستقیم هم بکنن بدون اکمالات فایده ندارن فل پی فل چیز پلان فعلا نمی است که هر چقدر میشه اینا رو از نگاه اقتصادی هم نظمشان بر هم بزنیم که اینا مجبور به عقب نشینی شوند بله اینوری نظ... نظم،, نظم قدرت غربی جالبی چیز که نظمی است که هم بود قدرتمندی غرب نشان میده هم شکنندگی غرب نشان میده بله. در نظم شرقی نظم تقریبا نظم دیکتاتوری است نظم قدیمی باره. قدیمی است و اینجا این نظم با آسانی بر هم نمیخوره اگر بر هم بخوره یک نظم دیگه قهارتر می جایش میگیره نظم غربی اگر از این حالت مدیریت انتظام اگر خراب میشه مثلا بی بین میره یا بله، بله. منابع قطع میشه یا در این سطح زندگی که اینا مثلا ایار کردن موازنه را از موازنه میافته شورش ها و انقلاب های خیابانی میه بله خب در آسیا یک چیز بسیار طبیعی است که چون توقعات و ضروریات مردم بسیار کم است به دلیل از, از اینکه کم بود بود از هر چیز از او خاطر مردم دم قطع سیری که ست شدن امور ثبات میدانند میگن که یک دلوغ منان پیدا بکنیم زندگی میچنه اینه تو یک منتالیتی هست در آسیا در کل در غرب که هست در دو منان کسی آرامش نداره نه هم, ام چهار وقت باید نان بخورم هم سنک بخورم هم پلیستیشن داشته باشم فیفا بازی بکنم هم بیمه داشته باشم ضروریات امکانات باعث میشه که وقتی که نظم یک نظم و اجتماع پیشرفته میشه ضروریات که زاد میشه رسیدن به او ضروریات کلیدی میشه بازی نیجه که ضعف به وجود وقتی که شما به اون ضروریات رسیدگی نکنین همون مردم میره که شما برشان نظم ایجاد کردین سیستم ایجاد کردین دشمن اولتان است آدمی جدمی کشور غربی آدم میبینه که طرف در حد اقل نعمات مادی تأمینات اولیه وجود داره اما حسابشان خراب است خب ای یک انسان ای 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 موجود بسیار عجیب است در هر صورتش در آرامش هم باشه اگر دارایی داشته باشه نداشته باشه آرام و این ذات درونی انسان است بخاطر ذات درونی انسان یک نوع کنشگوی و یک نوع جستجو و, و از یک حساب هر است شما هر چقدر داشته باشین و علم یک چیزی است که هر چقدر یاد بگیرید، دیگه هم پشتش میدوی بخاطر که خود علم یک سوال میزایه و هیچ وقت انسان از, از این ازی ای فلسفه بیرون نمیشه از اون قدر است که مردم که واقعا نانشان کم است یک زندگی کوچک دار دارن در دا خوش میباشن زیادتر نسبت با کسایی که البته زارایشان زیاد است و پیش پیشرفته هستن اونا همیشه در غم هستن بخاطر که پشت در پشت در جستجو و هیچ خلاص نمیشه جستجو قناعت نمی در زندگی پیشرفته مشکلی نیست خب قناعت اما نارامی دوری ناداری یک رنگ است آه. که دیگه رنگ است دوش یک نوا بسار یک تراجیدی کلان است اما زندگی یک یک توازن میخواد از خود و او توازن در درون انسان است نسبت به بیرون در درون که قناعت حاصل کردی در بیرون هر چیزی که داشته باشی با او با او آدم جرامت میکن اما در کشورهای غربی تگ نیست از سابق نبوده چون سیستم امپریال هم عیار شده که همیشه باید منافعش ماکسیمم باشه در شرق هم با وجود هر سه چیز یونیورسال است اما در شرق از باز دیکتاتوری و نظم کلاس اجتماعی و گپا تا اندازه مردم یه به طور نرم سرکوب نگاه کرده از نگاه فکری از خاطر توقات توقعات خود اونا زیاد بالا نمیبرن این خوب امکانات نیست قیم داریم بسیار از همین که نان داریم بسیار هست همین جای خواب داریم بسیار است آ شکر میکشن قدر هم چیز میدانند بله اینی اینی است اون ده اندوستان فرض مثال اجتماع بسیار پول داره یه چیز دولت بسیار پول داره است اما قزدی و کلاس طبقه بندی خود نگاه میکنه بخاطر کونا میفهمن در صورت از اینکه جامعه توازنش برقرار شود کل اگه در یک قرار بگیره پول دار شود پیش رفته شود قشن کارگر نمیم به کسی از گفته بود تو نمیشه کل اگه بزنسمن باشه نه باید هم بزنسمن باشه هم کارگر باشه هم کلینر باشه هم کسی که میخره مصرف کرد از خاطر رو حال افز میکنن از نظمه خوب یک جامعه طبقه بندی جامعه یک فلسفه بسا کلانز و هر تمدنی که در جهان وجود داشته از چین و یونان و ایران و هند گرفته اونا از خود یک فلسفه علایده دارن از خود به حساب پیش میرن فلسفه غرب هجمونی بوده همیشه ام، امپریال که ما میگیم اونو امپریال روم است اونا جا طلبی قدرت طلبی هر چیز باید زودتر بر ما برسه اینی را در میراث بردن و بدبختی است که از میراث حال بعد شده نمیتونه بخاطر که غیر اله بوده باز هویت نداره بله امپریال هویت چیز خوب اینجا به خاطر از قاله ما با دو نوع خشونت مواجه هستیم در دنیا امروز ما در بیشتر خاورمیانه که حالا همین صحبت کرده میریم خشونت به غربی خشونت شرقی با در جریان است این اسرائیل و ایران یعنی در ماهیت خود هر دو خشونت که میبینیم بسیار افراطی بله آه. از امی خاطر است که وقتی که ما در باره تقابل بین ایران و روسیه اسرائیل فکر میکنیم چی یکی از افراتیت اما کاملا پر از اردوش و دیگه اردوش برآمده از قرارات ایدیولوژی که تمدنی مذهبی است خب یک چیز دیگه هم بین ایران و اسرائیل بسیار مشابهت های زیاد است از نگاه افراطی از نگاهی زی که ثابت بکنند که ما یک اقتدار داریم و با باعث قدرت خود فرقی که اینجا وجود داره است که ایران یک تاریخ پر از افتخار و اقتدار داره قدرت تاریخ یهود سرکوب است و یهود اقدار به به میراث برده وقتی چیز و ایران که از باز اقتداره به با میراث برده که ما باید اقتداره دوباره حاصل بکنم یهود میگه که ما باید قدرت باشم که کلگیر سرکوب بکنم اینی یک یک یک. ایران هم کم نیست عقده ایران که از باز اقتدار و اقتدار در سه دوره از بین رفت وقتی, 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 وقتی که اسلام اومد وقتی که مغول وقتی که وقتی که خب به این ترتیب اینام از افتخارات خود به اسلام منقطع شدند افتخارات منقطع شدند اینا باز یک بنیاد دارن شما کدام امپراتوری یهودا میشناسید نه خزر می رو میتونین بگین خزر فرض مثال ترکمن که یهودی رو گرفته فقط هم یک دور است اما در در از سه هزار دوران عباسی ها سی سال سه و... سی سال, و... سال, و... سال و پیش فقط هم یک بار او آشوری ها از بین برد نه او امپراتوری نبود ما از, از دوران شما صحبت میکنیم چون تمدن ها در خاور میانه ایجاد شده بود یک تمدن در برابر دیگر امپراتوری که ما صحبت میکنیم یک کشور یهود امپراتوری وجود نداشت که امپریال گفته شد نه اینی است و اینا هم اغده که در بیان از این وجود داره ایست که همه هر کس اول یار سرکوب کرده یار کوچ داده حتی هتلر دا قرن بیست قتل آم کرد شما چل چل تقریبا شما چل قرن شما سرکوب شوی از شما چی میمانه باز وقتی یک دفعه بیایی و همون نام تاریخی اسرائیل که در کلیتان چسبانده که مازمید یک دفعه به همون نام شما کشور جور کنن شما در خود در خون بردار با بله اینی هست جنون ایران و جنون اسرائیل از یک حساب بسار افراتی هست اما با در مختلف جنون ایران به جنون اسرائیل از یک حساب بسار افراتی هست اما با در مختلف ایران سرکوبه که در دو سال آخیت کم از کم که شده از این دوران قاجار بباد ده او بسار خشمگین است و دیگه و دیگه و میخوای اقتدار خود در قرن بسه یک تمدن که قدیمی از باستانی است و کل کم و تمدن باستانی به یک جای رسیده و ایران اینو پس نگاه کرده بودن ایران دوباره بلند شد اینو می میخوای جایگاه خود در تاریخ دوباره ثابت بسازه و به خاطر از ایران از هیچ کار دریخ نمیکنه اینی است جنگ اقتدار و جنگ حیات اسرائیل در برابر از نایرو ایران اگر وارد جنگ مستقیم به حساب ازی شود که نوجه اقتدار یا حیات ما به خطر میفته و دوباره به با سرکوب تاریخی میرم اونا اگر بم به داشته باشن این کل جای میزم حاجت به بایم. نیست اگر داشته باشن ساختار از از عملیاتی را اینا پیچانده تنیدن در اطراف اسرائیل و در خاور میانه که کاری را که به اصطلاح اما رشته تنیده شده میکنه با ماتوم نمیکنن با ماتوم استعمال کردن نیست اصلا نیروهای نیابتی به مراتب بهتر هم است اگه نیابتی اگر نباشه که شواشا و نابودت کنه بسیار بسیار هم تو به درد نگاهت میکنه برای بعد چندان زندگی نمی داشته باشه بم باتوم که یک شبه خبت نکنه اون بم روسیه داشت شوروی داشت چی از چی حاصل شما ده تو تقسیمش کردم که امروز دغم افتاده خو البته بی... فروپاشی های داخلی امیر قمس مثلا وقتی فروپاشی داخلی می به اون نظام نجات داده نمیدانه وقتی که در داخل مثال یک, یک غم میشه بله این امریکا هم با هم داره فردا روز اگر در داخل امریکا جنگ داخلی در بگیره خود با هم میزنه تکساس و کالیفرنیا و فلوریدا رو میزنه نه او کارامت نیزد در سطح داخلی خوب بخاطر ایچه هم خب تاریخ هم تو یک چیزی از. شما هر چقدر انسان قدرتش بالا بره از فروپاشی نجات نمی آخواه بخاطر که طبیعت تاریخ و طبیعت کائنات همی هست که یک چیزی که شروع میشه باید به زوال بره دیگه خب یک چیز است که امپریالیزم که است ایتو میای بالا میای در یک دوره همی بحران ادواری تاریخ ایتو ایر بیماری های نوبتی ادواری تاریخ میگیره پس خدا به صلاح گفته چیز بهسازی میکنه باز بعد از باز یک دوره میره یک سال باز بعد از باز یک بحران ادواری میه امپریالیزم دینی اینی دل خود خوش کده که از هر بحران به صلاح موسمی تاریخی از خود ما دوباره کمر راست میکنه و و میره کم مقابلش که همیشه کمر راست کرده باز ایران زور کرده بله اینا یک چیزه سابق که این کار میکرد از بحران های ادواری خود میکشید همین زمین های سفید بود به صلاح ساحه در کره زمین اما همون زخایر دست نخورده زمین سفید ما یاد کردم آره زم... زمین سفید نیست نه دیگه جهان گلوبال شده جهان به کل اگه و قدرت ها در هر طرف دست اندوزی میکنه حالا چیزی به نام کولیونالیزم موجود نداره که بره مستمره بسازه و بارد کنه آخرین مستمره رو روسیه ختم کرد در نایجر این گپا خواهست اینوی ریسورس که ما شما صحبت میکنیم امپریالزم نظم داخلی اروپا مطلق اعتکا به ریسورس جهان سیم داره این جهان سیم که حالا خودش دوباره قدرت اقتدار تاریخی خود دوباره به دست آورده او ریسورس ها در گرفته پس این ایسه... سر ایران کردن یک برنامه ریزی تاریخی است و بسیار سر از فکر شده ایران اینا به عنوان یک دروازه کلیدی میخواند سقوط بدن. به خاطر که اینمی ایران است که امریکا را مصروف نگاه کرده غیر از او اینا چین وقت تصفیه میکردن اینمی ایران است که دنیمی افغانستان اینا اگر سابقه این سال جمهوری هم که بود اینا بسا پلان زود برام انداختن اگر ایران بیس می‌بود میبود زود زود ایر دایش وارد میکردن اما یک دیوار دفاعی است بگفته ایندیا ایران یک ای دیوار دفاعی بسیار محکم آسیا است دروازه آسیا است از اونو طرف غرب میخواد به طرف هند بیاید سابق روم که میخواد به طرف هند بره ای از این می دروازه تیر شده نتانست. امریکا امو کار آل میخواه بکنه که از این دروازه تیر شد و یک دروازه عقبی ایجاد کرد به نام پاکستان آلو دروازه از بس که پوسیده از در سقوط است دروازه اصلی ایران است که ایده که در آیا باز سعیده که با به آسیا اما این دروازه همو هم ماهیت تاریخی خود حفظ کرده و دیوار شده یه هر وقت که به طرف فقط از خورده پاس میره دروازه پاکستان آل چپراستش بر دروازه پاکستان هم چون تمدنی اندو ایران است در هم گلم از یا جمع شده بله خب به این ترتیب ما فعلا به اصطلاح بحث‌های پیشا جنگ مطرح کردیم که مهمترین چیزش ای بود که تهدیدهای ایران بود امروز که شما پاسخ خشنتر گستردتر و بسیار دردناکتر تجربه خواهید کرد ای سه مقام ایرانی و اسرائیلیا تهدید کردند دیده شود در تا روزای آینده که اسرائیل آیا سر می شکند یا سر می شود دیش دیگه نمی فهمید با تشکر از شما با تشکر از بینندگان عزیز تا این لحظه صحبت ها گوش دادن و که یک گریه از مسائل در این بحث های یک ساعت باز شود از ذهن شما ما این مباحث بر اساس مطالعات یافته ها و مطالعات که انجام می گیره برای شما انجام خواهیم داد در آینده تا بعد تشکر خداحافظ